سلام میکنم به همه دوستان عزیز. ما دوباره برگشتیم با یه اپیزود جدید. من ایمان هستم، یکی از میزبانهای برنامه. در کنار من فرهاد و فرزاد نشستن و مهمان داریم سپهر. سلام همگی. سلام آقای زر جب بدین. آره همچنان کارون قایبه. کارون همچنان هم اپیزودا رو گوش نداره. بهتون قول میدم، چون اگه بود یه ریاکشن شما دیگه خواستیم فوش بدیم. بله دیگه یه اپیزود درگیر فکر می‌رفتیم براش، ولی حیف که نمی‌گم. آقا من هدفونم چیزی نمی‌شنوام چون هنوز وصلش نکردم. من الان یه روب یه درگیر این هدفونم اگر که بشه. و دوربینا و اینا همه هستن دیگه. یه استرس خاصی وای دارم. من اونو روشن نکردم. میگم تصویری ذره کدریکناست. اموشنال دار. ولی به هر حال خوب داریم. یواش داریم. داریم اپیزود رو شروع می‌کنیم دیگه. آره با هم داریم شروع می‌کنیم دیگه. اپیزود از لحظه‌ای که تو میگی سلام شروع میشه؟ از موقعی که آقا میلاد تصمیم بگیرن شروع. آها میلاد جان. فهمیدی؟ همینو می‌خواستی خوش داری؟ سلام میکنم به همه. در مورد اپیزود قبلی خیلی ها اصلا تعداد خیلی عجیبی نگران اون خانومی هستن که شما جاشون گذاشتی تو اتوبوس. من تعداد عجیبی مسیج گرفتم، همه این خانومو داشتن گردن میگرفتن و گفتن مادر ماست. آره یه تعداد نه دیگه، من اونقدر نرفتم، من فقط دیدم که نوشتن مادر ماست، یکشون گفته بودن رسیدن مکزیک تا الان. آره من اون اپیزود خب خیلی خندیدیم و اینا، ولی بعدش خودم باز اون تیکر دیدم هی بیشتر ناراحت شدم. من فقط دیدم خندیدم، یعنی من چندین بار اون تیکر دیدم خندیدم. منم ایمان برام تعریف کرد شنیدم خندیدم. منم یه جور تعریف کردم خندیدم. الان یه هفته است گذشته، مطمئنن اون خانم قضیه کنه. به قول تو هر شهری تموم شد دیگه، تو که به اون خانم یکی از بدترین کاراست دیگه. ولی انقدر چی هموطن زیاد شده فکر کنم مشکلی نداشته باشه، یعنی برام اونجا یکی گم بشه یکی دیگه هست. ازدیاد هموطن. آره یکی دیگه میفرستن چون هیچ مون میگن از اصفهانی آدرس نپرسن. خیلی ها اشاره کرده بودن توی کامنت ها. من غیره میتونین خودتون دفاع کنید. این تو دی ان ای دیگه ناخواسته این کارو کرده. ناخواسته واقعا ناخواسته. یه بار دیگه هم تو اصفهانی اتفاق افتاد. فقط یه بار روی اون فوکسش. آره بزن من مطمئنشم. سلام من فوکسم دیگه تو قیافه‌ای که میبینی هست. آره پر تو که هیچی نمیبینی. آقا فوکس اول برنامه بود ولی بعدش عوض شد. حالا که اپیزود قبلی نه همین الان عوض نمیشه لاکش کرد رو فیس میتونم بگیرم. نه نه ولش کن، ان شاءالله که درسته دیگه. حالا قیافه ای هم که نداریم که حالا ظاهر باطن همینه دیگه. آره ولی یه بار دیگه من این کارو کردم، یه دقیقه اینو بگم چون اینا به خود چاره انقدر با مردم مشکل داری. نه در میخوام این ذهنیتی که هست میگن اسپانیا اشتباه آدرس میدن از قصر رو بگم. نه از قصر نیست واقعا، یه اتفاق میفته. آره خب بفهمم. من بعد 3 سال رفته بودم ایران و خواهی تغییر میکنه دیگه، زیر پولار میبندن باز میکنن، یه خیابون رو یه طرفش میکنن. تو اصفهان خیلی اتفاق میفته. بله. همه شهر رو بعد همه شهر رو یهو دیدی خواست ایران رو با خودش هم قدم کنه. داشتم رانندگی میکردم اینا، یه ماکسیمای سفید خوشگل اومد، بچهای تهران بودن. داداش ما میخوایم بریم فلانجا و اینا، تو رو خدا آدرس درست به ما بده. خب این اشتباهه با این شروع کنی. گفتم فرهاد هم تربیتشون کرد. خوش بده بسرش شیراز فکر کن. گفتم آقا من اصلا آدرس نمیدم، من میفتم جلو شما پشت سر من بیا. گفت فلانجا میخوایم بریم. رسیدیم به پل میر، حالا اونا که اصفهانی هم میدونن کجاست. یه مدتی پل میر رو بسته بودن زیرشو. آقا رسیدیم به اینجا و فقط من تنها راهی که بلد بودم این بود که پل میر رو مستقیم بریم. پل میر بسته بود. خب بچه جو پل میر بعد تو دوباره یه چیزی با یه موتور بودی و از یه پارکی رفتی. قایتاً نبودیم. دو سال تو بنبست مونده بود. من هول شدم و از این یه اومد تو ذهنم که وای و دارم این اتفاق و دوباره بهش رقم میزنم، بهش دامن میزنم و اینا. تو کار زشتی کردم، سری پیچیدم سمت راست رفت. یعنی مسئولیت قبول نکردم، میتونستم وایسم بگم آقا ببخشید. بنده خدا فکر کنم دو ساعتی پشت پل. ولی خب بچه خیلی آقا این بده، ولی کردم این کار کنین.
واقعا این یعنی کردم این. یه آقای ماکسیما سفید تهرانی میتونه اگه اینو شنید از ایشون شاکی بشه. حرفش دیگه... درسته. ولی دیگه گذشت کنید دیگه، میدونی منظورم، دیگه ول کنید. اگه الان هنوز کینه دارید بی خیال شید. آدرس پرسیدن به همین چیزاست. یعنی وقتی میپرسی با یه ریسکی میپرسی. دیگه بعد گردم بگیری. الان خیلی وقت آدرس پرسیدن از کسی؟ بس اصلا دیگه... مثلا اینکه با افراد صحبت کنم میپرسن. بابا آخه تو چرا میخوای با افراد صحبت کنی؟ تو تمام کاری که من نمیخوام بکنم تو سری انجام بده. چون زیاد حرف نمیزنه با افراد. آره آخه نه واسه کارت هم خیلی تو آدم وکالی هستی. برای همین احساس میکنم نمیخوای. ولی این دو سمت داره بحث آدرس. یه سری هم دوستان آدرس بدن. اصولا تجربه من سناشون بالاتره این آدما. چجوری آدرس بدن؟ مثلا چه میدونم بحث اینه که آره بحث اینه که من دارم میرم مثلا مکدونالد، بعد میگن بلدی؟ ببین اصلا وای نمیسام یه بلدی. حالا نمیدونم شما این تجربه بوده یا نه. من این تجربه رو نداشتم. من یکی رو میشناختم هر وقت میخواست آدرس بده از یه جا آدرس میداد، میگو برو اونجا از آره پدر من به مادرم معمولا این کار میکرد موقعی که مانم آدرس میخواست از یه جایی برو توپخونه. آره میدون توپخونه، آفرین، مرکز شهر. آره میدون توپخونه، همه جا از میدون توپخونه شروع میشه تمام آدرس های خانواده ما. آره نمیدونم آخه تهران هم سخت بوده چون بزرگ تهران مثلا. آره. ولی ببین کسایی که تهران زندگی میکردن واقعا یعنی من الان برمیگردم به مثلا چه من به خاطر 10 سال پیشم یا 10 سال که بیشتر 16 سال پیشم موقعی که ما ایران بودیم اصلا کسی اونطوری یعنی همه بلد بودن. آره کوچه فلانی توی فلان جا. آره بهتره من... میرفت و میرسید. من اصلا نمیدونم چه جوری میرسیدم به اون منطقه. یعنی من مثلا جاهایی بود که من مطمئن بودم پدر من تا حالا نرفته، ولی موقعی که ما میرفتیم میرسید. آره یه ذره من نگران میکرد آدرسم قشنگ میدادم. آدرسم قشنگ میدادن تو ایران. یعنی از دکه روزنامه فروشی بگیر ولی آدمایی که اونجا وای میستادن و یارو نشون نمی. خیلی آدرسای پستی الان تو ایرانم دیگه چند مرحله اینی. آره نه چند مرحله نیست که منظورم اینه که مثلا بالاتر از پمپ بنزین. تو کانادا به جای به کسی نمیگی آره بالاتر اینم... از پمپ بنزین. عجیبه هنوز. بعد تو مثلا مینویسن، یعنی این آره، جزوی آره. از آدرس میشه دیگه. آره. بعد دیدی که آدرس مثلا یه خط میشه هی 5 تا خیابون پشت همه. خیابان فلان فلان. آره آره آره. ولی الان من دارم میبینم خیلی سرراستر شده تهران. هومه یعنی جی پی اس چی سرراسته کل ایران، همه ایران اپلیکیشن چی بود استفاده میکردن؟ ویز نه یکی از فارسیه راه یا ویز نامرد پلیس هم به تو منطقه نشون میده. خیلی خوبه، خیلی خفن بود. من امروز ماشین ایمان دستم بود. میشه تشکر ازت بکن؟ یه چی بود، چه سگمنتی بود؟ سگمنت تشکر داشتی؟ یه آهنگ ملایم. آره یه تشکر میکردم. آره از سری افراد. یه تشکر کنم از ایمان. خواهش میکنم. امروز واقعا زندگی منو حالا احساس میکنم. چرا؟ به کیفیتش افزود و جان منو نجات داد. آی کرد. خودش خبر نداره. با ما سر ماشین. آره سر ماشین. داشتی من یه رونا ما یه چیز خریدیم. یه سری وسیله خریده بودم که اومده بود و عرضم به حضورت حجیم بودن. حجیم بودن آره و میشد که با ماشین ایمان آورد و من خیلی برای کسی که نمیدونم من یه وانت دارم. نه آقا وانت دیگه قبول کنید دیگه. آ میانه شاره یه پیکاپ تراک مشتیه دیگه. نیمیشه وانت، وانت کوچیکتر اینه. حجیم وانت به پیکان وانت هم یه وانت. بعد با اینکه دلم نمیخواست چون اصولا آدمایی که حالا اینجا فکر ایران هم همینطور دیگه مثلا وانت دارن تراک دارن اینا، اطرافیان خیلی همش التماس دا بهشون دارن آقا ایمان فلان چیزو میخوایم، تختمون فلانه، اینو میخوایم، اونو میخوایم اینا. بعد من حس میکنم دیگه احتمالاً از این زنگاوی زیاد میزنه یا از این درخواستا بهش میشه. این درخواستا داشتم زیاد راحت نبودم ولی دیگه بهش گفتم دیگه. آخه دیگه اگه تو ما نگی دیگه واقعا. آره میدونم. اگه تو دیگه رو دروازه کنی. داشتیم هم پس اگه اینجوری. یه اصلا که برمان. یه سری کشتارگاه باید بریم ما. یه مسافرت بخوایم بریم ماشین خانوادگی مو. بعد رفتم اون جاییم که میخواستم برم. خودت هم رفتی اون تیکر رو؟ بله. آره. یه جاییه که عموما تو شهر میچرخی اینا نمیری. خواهی در ببنده؟
اذیتت داره میکنه. آره بیزن نمیفهمیدم این نورک کجا داره میاد. جذابتر میشی یا پرفکت. آره مرسی وا جان نمیری. خب ماشینه که خب تجربه خیلی خوبیه روندنش، پیکاپ تراک برقی و بعد گنده و صد ارتفاع بالا و آره بالا به همه چی. راهی که میرفتی آفرود بود یعنی؟ نه چجوری بود؟ نه همین آنسیس آیلند رفته بود. اوه به به آنسیس آیلند. آنسیس آیلند خوراک خود آنسیس آیلند ما داریم میای کجا این آنسیس آیلند تو چجوری باشن خاطره داری؟ من سر کار داستانم خاطراتی که قرار تعریف کنی از خاطرات شمال محل یادم. آره بعد اون که خیلی حال داد، خیلی کمک کرد و کار رو انداخت. بعد من یه هفته ای بود که چشمم اشکال واسش پیش اومده بود. داده شما که تازه مشکل پیش اومده شما که تازه برده بودید رو چال. آره و مشکل بعد چال بود. آه خب بعد هی یه دکتر سرپایی رفتم و یه سری چیز یه سری قرص و دارو. ایمان درگیره ها. من دارم این داره خیلی چون مثل صحبت مثل دیجیه توی مهمونی همینطور داره. مشکل دوربینه یا سپر؟ چرا یعنی مشکل دوربینه؟ من یه جا نشستم. دوربین خوبیه. بعد من برنامه بود اومدم مثلا کارم تموم شد، کارم هم نسبتا زود تموم شد، زودتر از اون چیزی که فکر میکردم. ماشین رو به ایمان برگردونم. بعد این چشمه همینطور تو راه داغ شده بود، هی ازش چیز می اومد، اصلا افتضاح شده بود. دستم رو گرفتم رو چشم، بعد دستم کثیف بود، گفتم الان افتضاح تر میشه. زنگ زدم به دکتر، این دکترم که تا الان ندیده بودمش دیگه، با اصرار و اصرار گفت باش اگه میتونی مثلا خودتو فلان تایم برسون. بله دیگه چون ماشین ایمانو داشتم تونستم خودم رو سریعا به اون دکتر برسونم. دکتر تقریبا 2 ساعت رو چشم من کار کرد. 2 ساعت؟ آره 2 ساعت تو مطب بودم واقعا. یعنی هی میرفتن میومدن، قطعه میچکوندن، در میووردن. چی رو در میووردن؟ موجه هامو، دوتا موجه هام قدش مثل این که اون چیزه اون تهش عفونت کرده بود. فال کرد. موجهاتو کشیدن؟ نه اصلا هیچ دردی نداشت. خودم قبلش بی‌حسی زدم. بی‌حسی زدم. آره. خیلی از بی‌حسی کشم خوشم. آقا موجه کشیدن که چیز نداره. میومد من دو نه موجه خیلی درد داره. شما موجه هم می‌کشی؟ یه پنس خاص بود در آورد. آره خب اون بود اون کار بود. اینطوری دارم. ولی اوکی شدی دیگه. الان خیلی بهترم. آره آنتی بیوتیک بهت داد؟ چند تا آنتی بیوتیک داد و آنتی بیوتیک چی داد بهت؟ حالا اسمشو نمیدونم. سفالکسین و یه سه چیز دیگه داد. قطره بعد آموکسیسیلین میداد. دقیقاً پشت بندش دکتر چیزام دکتر خانواده‌ام زنگ زد که آره فلان چیزه حتما برو واسه یه اتفاق دیگه حتما آزمایش خون بده. گفتم میرسم نمیرسم اینا. دوباره سوار ماشین ایمان رفتم آزمایش خون. آزمایش خون که همون جلو کارتونه دیگه. خب باشه اون موقع من راهم زیاده میتونستم برم جان. سوار میگفتم میارم دست تو رو میگرفتم تو رو میبردم آزمایش. آره. نه ولی خب اگه ماشین تمام من بعد با باس میرفتم میمدن یه فول چکاپ میرفتی دیگه. آره دیگه آره. دستم بود یعنی فقط داشتی آب روغن قاطی میکردی آره. عوض میکردی. خب خیلی خوب بود یعنی حالی که ماشین ایمان داد به اصلا رفته رو اصلا اذیتت نکرد کلا مثلا سخت نیست با چی؟ آره ماشین تو شارژ کرده بودی. آره آره من شب شارژ کردم. ما صحبت کردیم قرار بود ماشین صبح رفتم دیگه صبح رفتم گفتم این بر من نمونه دیگه این خودم ناراحت میموندم اصلا من ناراحت شدم. نه ناراحت نشد دیگه. چند درصد آخه دیشب من خوبه خیلی راه رفتم باش. حالا ولی چیزه ولی کلا برقی ها اوکی ها زیاد چیز نمیکنه. یعنی زیاد مصرفش بنزین نمیسوزونه. نه اونقدری که من اولش انگزایتی داشتم مثلا میترسیدم از اینکه وای این شد مثلا 30% نکنه الان تمام شد. پنیک بعد دیگه به اون نگاه نمیکنی. آره اصلا آره میدونی که باید بری شارژ کنی. آره یواش. آره صبح اونو دیدم اصلا اونم کج شدم. عجب کجم کرد. رانندگی سخت نبود باش مثلا میتونه سخت باشه واسه یه سری افراد. چرا؟ چون یکم درازه بعد روندنش سخته. تو جا پارک هم جا پارک هم مثلا میخوایی لین عوض بکنی. آره مثلا نسبت ماشین من بله سخته. حالا برای من تجربه این بود اوایلش که میخواستم این ماشین رو بگیرم همه اینطور بودن که وای چقدر سخته جا پارک پیدا نمی کنی رانندگی سخته. برای من زیاد فرقی نداره. الان اتفاقا حالا جالب امروز من
ماشین مامانم اینا رو گرفته بودم، مزدا 3 خیلی کوچیک کامل خیلی پایینه، بس احساس امنیت نداشتم، خیلی از پایین داشتم به دنیا نگاه میکردم. اختلاف طبقاتی اونطوری واقعا حس میکنی، اصلا حس میکنی کف جاده ای با ماشین واقعا احساس میکنی. و حالا می جالب شه با تراک تو جلو تو میبینی، یعنی مثلا اگه دور دستا رو باشه میتونی بفهمی چه خبره. با مزایای هی بعد بیا این لاین دستتو ببری دوباره دستتو ببری اون سعی کنی بفهمی چی شده. ولی خوب بود، ولی راید خیلی خفن، رایدش خیلی خوبه. و بهش به ایمان گفتم اصلا رفته تو مخم که بگیری یکی، یه ماشین بزرگ کلن خیلی کار را بگیری. آقا فردا میریم فورد حالا پس. بعد خب شتابش هم یه جوریه که مثلا نسبت به سایز به این بزرگی و وزن راحت میتونی یه کار فرزی بکنی. عذیتش نکردم ولی آماده بود، سر آماده است. ولی چیزه، تنها در واقع تنها که نه، یکی از نقص که نمیشه بهش بگی، یکی از آره یکی از نقصایی که داره اینه که نمیتونی باهاش چیزی بکشی، مثلا نمیتونی تریلر بهش بزنی و باهاش چیزی رو تو بکنی برای مدت مثلا بیش از 100 کیلومتر نمیتونی چیزی باهاش تو بکنی. میتونی ولی رنج تو کردن خیلی ضعیفه. آره کلا خب ولی توی بار پشتش میتونی باشه، اینکه بخوای یه چیز دیگه بهش وصل کنی و بکشیش، تراکای الکتریکی اینطوری خیلی ضعیفه. آره لایتنینگ بدتر از همش. پلیس وسفن، ببخشید واسه پلیس وسفن کرد، دیدم چقدر لایتنینگ داشت. اصلا امروز توجه کردم همه فلیت چیزش، همه ناوگان چیزش شده لایتنینگ. چه رنگی؟ مشکی. خوشگله. ولی الان به جای رسیدیم که من بنزینی تو اقلیتم. آره. تو این جمع ببین دنیا داره به کدوم سمت. ولی حس برتری دارم. مکانیزم جامعه داره. مکانیزم. سخره گفتم. من وارنینگ ها رو به سپر دادم دیگه، یعنی واقعا قبل از این که بیاد من تمام وارنینگ ها رو بهش دادم. ما یه پری اپیزود هم باشتیم، تخلیه شد پری اپیزود. آره من انرژی ما گرفتیم، شما انرژی ما گرفتیم قبلش. برها داره ببخشید، فیلم داریم ازش. هفتهتون چطور بوده؟ دیگه چی کارا کردید از هفته پیش که گذشت؟ فرزاد تو چی کارا کردی؟ خونه رو کاری کردی دیگه؟ نه خیلی یه حس مریضی داشتم، بدن درد و خستگی عجیب. جام به اون میگه اعتیاد. بدنت هم میخاری؟ تبریک میگم شما تو ترکی واقعیش هم داشتید. یا علی در خوردن همه. بعد هی منتظر بودم مثلا یه علائم سرماخوردگی یه چیزی بیاد که بگم این اونه دیگه، تکمیل نمی کامل نمیشه. گفتم بابا بعد دیگه کار خاصی هم نمیتونستم بکنم، کار که تو ذهنم و دور خونه، فقط به کار خودم میتونستم برسم و بعدم استراحت. ولی امروز خیلی بهتر. بعد یه مدت که اصلا دادم هی اسباب کشی ها چی؟ گفتم خدا رو شکر که بهتر. گفتم بهتر. آره. خدا رو شکر. آدم خسته میشه وامیته که فکر کنم اینجوریه. من فکر میکردم مثلا دو روز استراحت کنم دیگه ریست میشم، ولی انگار نه، بدنت میذاره. سنامون رفته بالاتر. آره اینو... فکر کنم اینجوریه. آره داداشم اینو یواش یواش دارم به نتایج میرسم. منم فکر کنم ببین دیگه واقعا خیلی از کار قدیمی و اصلا 30 سالمونه. ببین اصلا نمیتون، یعنی من اینطوری بگم، من قبلا که استریم میکردم، استریم که قد میکردم مثلا 12 ساعت داشتم بازی میکردم. بابا الان بعد دو ساعت اینطوری هم که خب دیگه داشتم برای امروز کافیه دیگه، احساس میکنم گردنم خیلی درد میکنه، جی منم کلاپس میکنم سری. بابا 6 و 7 ایشون که دیگه خیلی وضعش خرابتر از منه، ایشون مثلا 6 و 7 نمیگم باید بخوابم. ببین هفته پیش رفتی من دیگه باید برم، آره پایین بودیم. ببین مثلا اینجوری بود که خمیازه میکشیدم پشت سر هم. نه ببین چیزم داره سپر الان مثلا یه سه هفته یه چوسیش هم زیاد کرده زیره شده. آره بگید بگید. نه همین دیگه، اصلا یه اون که خیلی کار دارم باید برم، مثلا هفت هفته است داره یه این وایس میزنه هفت هفته است. مثلا فکر کنم مثلا مام یادمون میره، مثلا میگه رو دارم این وایس رو بزنم، مثلا یه هفت هفته گذشته. آره که این وایس اومد دیدی بهترین این وایس زندگی تو بود. آقا میشه آقا من برای من این وایس میفرستن. آره واقعا اینطوریه، این وایس پروسسینگ. آره این وایس علی ایمان یه وبسایت گفت سری میتونی میشه ازت خواهش بکنم چند جوری
از این تشکر الان میتونی از من تشکر کنی برای تغییر دادن کیفیت زندگی. آره من تشکر کنم آزادم دیگه. میخوای چی کار کنی؟ میخوام راجع به مکانیزمای یک جامعه صحبت کنم. دست پاش می‌لرزه. نگران جامعه. آقا بذار من آهنگ ملایم من پخش کنین که میخوام تشکر کنم. آخه ایمان گفت احساسی اصلا نریم. گفت میخوام احساسی کنم. آقا جایی که گفت اولش از کارون تشکر احساسیش کنم. من تو رو برات احساسی شدم. گفتم یهو یه دونه احساسی برم برای کارون همونو بلیت بگیره فردا بیاد ونکوور. ما که هر کاری کردیم که نکرد. نه داداشم احساسی کلا جواب نمیده. آره احساسی تو دوست نداری احساسی. دوست ندارم احساسی آنسسری. آره آنسسری. خاطر سوء استفاده نشه از آقا این چت جی پی تی رو بگو ازم تشکر کن. من آماده است ایمان تو تشکر موده. من نشستم. ما یه شبی بود. آره یه شبی بود. بعد ایمان گفت بیا من میخوام بالا یه چیزی بهت یاد بدم. گفتم نه بابا من بذار برم و فلان بذار بریم ما من بریم کار این وایس رو بزنیم. این وایس رو بزنیم. این خب مثلا این حدود یه سال و نیم پیشه من خونه آره. قبلیم بودم آره. اوایل خونه قبلی من بود آره. بعد مثلا اینجوری بود که گفتم مثلا یه مزاحم ایمانم نشیم. خیلی خیلی قشنگ داره میره جلو. خیلی بعد مایل از دو بار به سفر نگاه کردم تعجب کردی سپ. بعد دیگه ایمان رفتیم بالا گفت ببین یه چیزی هست زد اینتر و وبسایت اومد بالا یه صفحه سفید مثل در واقع آی مسیج رو که باید چت کن او یه چیزی یه جمله زد اینتر دیدم همینجور داره میام. بعد سپرین توی که من یادمه گفتش که میخوام در مورد یه همچین چیزی میخوام یه همچین چیزی برام بنویسه. من یه پرامتر خیلی مثلا واید بهش شدم و اینا. بعد سپرین توی که وای اینا همه حرفای منه. گفتم کپی پیست سن تو آل. گفت بعد توی که گفت کمپیوترتو بدم بعد بذار این هم بزن. گفت وای ایمان من اینو داشتم الان پیشتی گرفتم. گفتم اگه چت جی پی تی رو به من تو سن 15 سالگی میدادن 15 که خیلی زود بوده. نه الان خب بچه‌ها امروز دیگه نه خب 15 می‌خواستی چیکار کنی؟ پی اچ دی ما می‌گرفتم دانشگاه استنفورد. استنفورد یا برکلی. آقا من چیم کم داره می‌زدم همه درس‌ها رو دکتر سپروج. ولی من میخندید آقا بهم نمیخوره. من با چند تا دانشجو که حرف زدم حالا نمیدونم دانشگاه مختلف سیستم های مختلف دارن که بفهمن چت جی پی تی استفاده شده نه ولی یه سری ها ندارن و اونایی دانشگاهی که ندارن دانشجوهاش دارن عشق و حال میکنن. بگو ببینیم ما مدرکمون بگیریم دیگه. ما برای استرالیا هم که بودم یه سیستمی بود یه جایی پول میدادی برای پیپرا رو مینوش. ببین این لو رفت این لبخندی که من فکر کنم فرهاد همه رو فروخت. نه این بیزنس فرهاد یه اسم یادشون اومد. اون اسم کی بود؟ نه نگیم نگیم اسم میدونیم دیگه همه میدونیم. من نمیدونم اسم خانومه رو میخوام. میدونم اسم همون رو نگیم. اسم خانومه رو نگیم. برای خانوم بود اینجا این کار رو انجام میدونم. و این وبسایت لو رفت هک شد. آره آنلاین بیس شد. آره چند هزار تا بچلر رو آره ریبوک کرد دانشگاه ما. آره ولی خب اون موقع اگه چت جی پی تی اون موقع داشتیم تو فکر کن اوایلی که اومده بودی اینجا اصلا میدونی چی دارم به تو میگم؟ بله کامل میدونم. آره آره مثلا فکر کن ایمیل زدن چقدر سخت بود الان چقدر راحت شده. خیلی خوب شده. من تقریبا ایمیل دیگه خودم نمیزنم تقریبا چت جی پی تیه. آره خب من الان به ایمان میخوام مسیج بدم مطمئن نیستم چت جی پی تی خود ایمان. آره خلاصه آره آره این تشکر رو بکنم. خواهش میکنم قابل ندارم. بعد ما موقع کنسرتمون اصلا speaking of which کنسرتتون کیه؟ ما 21 جون. چه خبره؟ چه هم خواهی میکنی؟ ببین ما یه گروه کوری داریم به اسم گروه کوری ایرانیان ونکوور. آقا نه نمیخواهد میدم یه بحبه جدی. بله بعد بزنیم من ایزای جدی بشم. سپر اینا یه گروه کور دارم به نام گروه کور ایرانیان ونکوور کوایر ونکوور ایرانیان ونکوور ایرانیان کوایر که حالا
در واقع هنرجو میپذیرن، با تدریس بهشون میکنن و براشون آخر کنسرت هم میزنن. یه کنسرت چند نفر هنرجو هن؟ چند نفر قرار؟ حدود 40 نفر هستن الان. ایوه. که این مدت با ما دوره گذروندن. بعد سالها هم چند سالت از اول؟ خیلی ما تقریبا آخر تو دوران کووید یه سکته خورد دیگه، یعنی یه جوری قبل سکته از قبل کووید بود. آره، یعنی قبل کووید خب خیلی مثلا حدود 55 نفر بودم، بعد تو کووید خیلی آره سکته خورد، ریزش داشتیم، ولی باز تو این دوران همه اومدن و یه سری ها موندگار شد. آره یه سری ها موندگار شدن که دوست داشتن دوره ببینن و کار بکنن و علاقه من بودن. 21 جون در کی میک سنتر ساعت 8 سر ساعت هم شروع میکنیم. آره. یعنی یکی از کارهایی که میخوام واقعا انجام بدم سر ساعت 8 یا رو آرشه رو میذاره روز. آره من اینجوری که در 8 هشت اینجوری میکنه، یعنی اینجوریه که واقعا اگر چند روز پیش با دوستان بحث بود که اگر مثلا 30 نفر همون کسی که داریم کنسرتو میبریم جلوی که آره اجرا میکنیم، مثلا که اگر 30 نفر بودن چه 100 نفر یا چیز بود ما شروع میکنیم، یا حتی 5 نفرم تو سالن باشن سر ساعت باریکه. این کنسرت رو ببریم جلو تو هشموک. آره شارپ قشنگ. آره ببینیم ولی میتونیم پسش بر بیاییم، اینم سخته چون گفتی 21 جون. 21 جون که با یه گروهی نوازندم هستن که ترکیب از سازه غربی و شرقیه. سازه غربیمونم شامل دوتا ویالون، ویولا، چلو، کانتر باس، و سازه ایرانیمونم دف و قانون و تنبور. سازه تنبور. آره یه سری سازه چی وسطیه چی بود اسم؟ قانون. قانون من نشینده بودم بعد عکسشو به من بعدن نشون اینجا میذارم قانون. آره اینا به صورت مزرابی مثل سنتور با دستوری میزنن. آره آره مزراب میزنن و حالت کنده کاری داره، خیلی صدای شرقی داره. فهمیدین کنده کاری داره؟ آره مثلا حالت فکرام زخمه میزنن. اتفاقا نوازنده‌مونم هم نوازنده خوب حرفه‌ایان. و دیگه اگه دوست دارین تو ونکوور زندگی میکنین یه شو لوکاله، یعنی یه چیزی بود که بار بچه‌ها رو گوشی توی رو دروازه از اینجا اینجا آها من سوال داشتم ازت. فرمایید سوال شما. به آرتिस्टایی که اونجا قراره در واقع بنوازن پیش خودتون در واقع یاد گرفتن یا حالا یه سری تجربه؟ نه نوازنده ها همه نوازنده حرفه‌ای هستن، یعنی ما در اصل تنظیم های موسیقی رو انجام دادیم بر اساس یه سری سازا که تو امکاناتمون بود. آها. بر اساس اونا تنظیم کردیم و اونا مثلا بعدن که قطعا جا افتاد به ما اضافه میشن و پس همه پروفشنال هستن. آره نوازنده ها پروفشنال هستن، خواننده ها هم خاننده. آره خاله موضوع گروه کره که یه سری از افراد از صفر شروع کردن بدون هیچ دانش موسیقی و الان خب تقریبا میتونه آره که الان میتونه آسپوت کارشون باشه تو این مدتی که زحمت کشن، چون واقعا پروسه درسی ما خیلی سخته، یعنی خب یه جوری سیستممون آکادمی که به ما بزن علمیه. بعد خیلی زحمت داره، میگی 40 نفر نزدیک 40 نفر کار سنگینیه، یعنی یه چیزیه که هماهنگ کردن مدیریت کار سخته، هستش مدیریت نشوندن این همه آدم کنار. آره سخت پروژه رو یعنی 40 نفر که آره همه چی باید، یعنی برای 40 نفر همه چی درست در بیاد. آره مثلا کومان که این کار مثلا برنامه کومان چم 7 نفر 10 نفر باید همه کارشون رو درست انجام بدن تا این برنامه بیاد بیرون، ولی خب بعد اون لایو اونجا مثلا آره لایو بعد مثلا ببین یه اورگانایز کردن یه ایونت یه کاره و برنامه رفتن روی استیج یه کار دیگه است که تو باید اینا رو بتونی به خوبی انجام بدی دیگه، چون یک سال زحمت کشیدی برای 2 ساعت و این آره این قسمت غمگین قضیه اینه. نه بچه غمگین آقا احساسی شده آره با حال اتفاقا نه ولی چیز نیست، ولی آره خود ولی فشار کار خیلی زیاده، یعنی مثلا اینجوری که آره کسی هم هست که دفعه اولش به روی استیج آره خیلی هستن اتفاقا از همین یه جورایی کار اینجوری که خیلی ها دارن تجربه اینو به دست میارن، ولی نوازندانه نوازنده و نوازنده شما اگه دوست دارید میتونید برید شما کلاس ما نه الان بگی 5000 دلار بگی ببر روی استیج 5000 دلار هر چی نزدیکه سولو بخون سولو فتنم سولویست جدید مرسته فرزاد آره
ولی خب حس ترسش برای اونا کمتره چون کنار همه نه همه آره ولی همه استرس رو دارن جدی؟ چون ببین مثلا الان یه سری نوازنده ها هفته دیگه جوین میشن و خیلی ها آتپوت کار رو مثلا به عنوان مثلا موزیسین که ما داریم کار میکنیم ما تا موقعی که همه نباشن و تمرین نکنن حتی خودمون ایده ای نداریم که قطعه که تنظیم میشه؟ کردیم چه جوری میشه نمیتونم من اینو قبول چرا؟ کنم چرا؟ سخت همه اجزایش نیستن کنار هم شور ولی اینقدر الان کامپیوتر یعنی تو هر صدایی از تو کامپیوتر میتونی در بیاری نزدیک به اون تصورت میکنه ولی دقیق نیست آره دقیق یه لحظه میتونه 80% هم نزدیک باشی بردی دیگه 80% نه 90% آره حداقل 90% اگه نزنه 95 بالا باشه آدم دقیقی دیگه به قول آقای فرستتی کار در بیاد توی هفته گذشته تو چی کارو کردی؟ تو هم درگیر هم من درگیر کارا و این برا اون برا آره تیکت ها رو داشتیم تیکت رو بگیریم نه همین ارگنایز کردن و تو پاکت گذاشتن و یهو مثلا درست این کار چند روز پیش یه کاریش بود که یه دونه بسته تیکت تو ماشینم بود و من وقتی که اومدم یه سری تیکت ها رو بردارم اونو بر نداشتم مثلا 10 تا بود و خب نمیدونی چی کار بکنی قاطی پاتی میشه یا بیان دم در بر رو پای هم بشین بعد اینا همش خدای باید دیگه دیجیتال بشه یعنی من این عرصه رو هم نمیتونم قبول بکنم اینا تیکت هایی که دم در قرار فروخته بشه ببین نه بیشتر مانه مهمان هاست دیگه آها. ولی با خودم همینطور که ایمان میگه یعنی تا اونجا که سعی کردم آنلاین بره جلو چون بالاخره سالن داره هزینه‌ش رو دریافت میکنه واسه این قضیه بعد برای ما هم راحت تره یعنی ما میدونیم که اوکی دیگه حداقل ترافیک دم در میتونه کنترل بشه که آدما بتونن برن راحت سر جاشون بشینن و لذت ببرن دو ساعت یه تکه یا بینش نه یه اینترمیشن داره ولی 90 دقیقه یعنی ما چه در مورد ایشون آقا نه ولی بعدا میتونیم بکشیم 90 دقیقه است به 2 ساعت نمیرسه زیاد طول هم داره یک رو چون طولانی بشه جدیدن الان مثلا متوجه شدم کنسرت های طولانی آدینس رو خسته میشه باریکل آره یعنی باید یه جوری هر چیز طولانی شورت اند وایز خسته کننده میشه دازگی ها آره طولانی ببین بخاطر همون مکانیزم های جامعه هست که دارم میگم دیگه صبر مردم داره میاد من خیلی نورانی نیستم اون تو من از اینجا میتونم خب یکم تیره تر شیم مطمئن نیستم که بتونم. نه تو خوبی فکر کنم اینه؟ نه 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 اون ورتر ولی نه میخوام بدونم خیلی نورانی هم یا اوکیه نه روشنی تو چه خبر خودت؟ تاریک میشه پس خوبه من خودم تو طول هفته گذشته اون کاری که اون خانم قرار داد انجام آقا من اول میخوام یه چیزی رو بگم اجازه بدید من از یه سمت دیگه شروع کنم ما امروز رفتیم با خانواده همون نشستیم صبحونه خوردیم به به آقا تا ما نشستیم کجا فضای باز نه قربان تو خونه مادرمون رفتیم نشستیم تا ما نشستیم من باید بیام تو رو لو بدم من باید بیام همه خانواده دست به دست هم دارم آماده بودن آماده بودن مادر ما میگه که تو که میری اونجا سوسک میخوری میای اینجا میگی من رون نمیخوام حرف منطقی آقا من میتونم تو رون دوست نداری؟ من ترجیح هم به سینه است ولی رون هم میخورم اصلا تو کلن مرغ هم نخوری نخوردی دوست نداری مرغ دیگه یعنی گوشت رو ترجیح میدی ترجیح هم به گوشت باز باشه بعد تو مرغ سینه خوری یه لحظه تو چی؟ من رون خورم تو چی؟ من میخورم حالا آقا من سینه من میخورم تو رون دوست نداری آقا رون رگ داره من رگشو میگیرم خب حالا آقا رگشو گرفتی من میخورم ببین اینطوری هم نیست که مثلا بریم یه جا بگن فقط رونه بگن او پس من مرغ نمیخورم آره نه من مرغو به دندون میکشم ولی اگر دو تا چویسو بهم بدن من سینه رو انتخاب میکنم خیلی عجیبه واقعا به نظر من رون ولی جوجه کباب رونه دوست دارم جوسی جوسو پخته شده مانی خوب سینه رو در میاره مانی جا مانی گفتی رستوران مانی رو داری بگی آره مانی خب بعد گفتن لوتو میدی آره مامان پس ناراحت شده آره نه اینو میخوام بگم یعنی کل خانواده بعد مثلا چی بود سر چی بود اون روزی که ما رفتیم دنبال مادرمون فرودگاه یک ساعت آیا من هیچ جای این جمله گفتم من تنها بودم
خواهر منم با من بود. بله. گفتن چرا نگفتی؟ چرا نگفتی؟ من تنها من نگفتم من این کل این خانواده آقا الان کمر بستن ما رو بزنن زمین. من باور نمی اینطوری میکنه. منو بعد بیاری اینترویو کنه. چیزی شما بیه خود که هست. آره گفت بیام لطف بدم. خلاصه من خواستم اول با این شروع کنم که آقا من واقعا من درسته من همه چیز میخوره ولی میتونم یه پرفرنسی داشته باشم دیگه که آقا مثلا من ترجیح هم به سینه. یه چیز دیگه است ولی اگرم نباشه میخورم سینه. قبول داری؟ همه چی اوکیه؟ بله. خودارش. فکر کنم وقتش یک خانواده ها رو بلاک کنیم از اکانت خود یه هستی هیچ یوتیوبه خیلی دیره گفتن چی شد میگو بستیم آره بستیم دیگه نگشت تعطیل آره راجب بحث خیلی کانتروورشال صحبت یا من؟ نه صحبت کنیم کنیم داری چیزی؟ گفتن به ایمایی ایمایی بس کانتروورشال بسر خب بنده بسر خیلی کانتروورشال بحث کانتروورشال چو بگم توی ایران خب آلبوم ها رو میذارم برای فروش دیگه نظرتون چیه؟ به نظرتون من از رو اسپاتیفای گوش میدم یعنی آلبوم همه رو اینطوری گوش میدم جی ای کولم که همه آلبوماشو دارم همه رو از رو اسپاتیفای گوش میدم مگر اینکه مثلا برم واینالشو بخرم. شما چجوری میفروشن تو ایران؟ من خریدم مومنی هم میتونی دلاری پول بدی یه چیزی بگم مومنی. شما تو اسپاتیفای گوش میدی از راه سالم داری گوش میدی؟ نه 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 منظورم اینه که شور منظورم اینه که ولی بعضی از آرتیست ها هستن که میان آلبومشون رو پیش فروش میکنن آره. که تو میتونی مثلا پول بدی بخری آها. من میخوام بدونم که واقعا حالا شاید واقعا خود آرتیسته باید اینجا باشه ولی نظر شما چیه؟ شما نظرتون اینه که باید پول رو داد خرید یا اینکه ما به واسطه اینکه از روی اسپاتیفای گوش میدیم به چیزش میرسه؟ آره. آره. آره ولی اگه بخواد بخری یه خب هرچی کرمت خیلی مستقیم تر داری کمک آره دیگه داری ساپورت میکنی دیگه آره میفهمم ولی واینال ایده جالبیه من واینال رو دوست دارم واینال بزنم سخته واینال ولی خب خوبه یعنی یه لیمیتد ادیشن یه سری تعداد بزنن و بعد اونایی که مثلا علاقه مندن آلبوم و اینا رو مثلا فرهنگ کالکشن نه اصلا آلبوم ها مثلا سی دی شو اینا آره میاد کندریک لامار اون آلبوم با حالش بود 5 سال پیش داد 95 اسم چیزش بود اسم ترکش بوده 95 آره. yes. آلبومه که خیلی ترکی خب آره اونو من واینالشو داشتم خیلی خفنه چرا کندریک لامار باشه در یکی به هم داده بود واینالای فارسی چیز آلبومای فارسی همه رو دوست داشت واینالاش هست آره قدیمی ها آره فکر کنم جدید داری بسته داری بسته دیگه چه خبر من دوست داشتم اتفاقا ایمان داره چند تا فارسی ولی دوست داشتم دستگاه واینال زدن رو بگیرم صفحه آدم بزنه سوال بعدی همین بود خیلی خود آدم میتونه بزنه آره دستگاهشو باید بخرید مثل سی دیه که خامه دیگه بعد میزنی چرا دستگاه داره مطمئنم دستگاه داره ولی گرونه آره دستگاهیه که سخته هم هست بخواهی این کار رو کنی الان دیگه تقریبا آرت محسوب میشه مینی خیلی الان رسیدیم به کانتروورسی یا نه هنوز نه کانتروورسیمون این بود من می‌خواستم ببینم اینکه شما حاضری پول بدید برای یه چیز آره من دادم برای چیز دیگه هم پول میدید عرفان اون اوائل که آلبوم چی شد خانه تا گور بود چی بود اما اولی که اومده بود همیشگی آره اونم من خریدم چرا اینجا تو این مغازه هارد کاپی بود یعنی سیدی بود نه مغازه خفنه که آره هارد کاپی بود یه مغازه بود توی گرنویل بود لوگوش بنفش بود MVM یک مغازه خیلی الان یه دونه تو گستان باز شده خارجی ها همه سیدیار داره عرفان هم ورده من عرفان هم خریدم آره. اینجا فرهنگ واینال خیلی چیزه یعنی من فکر نمی کردم اینقدر روپا باشه خیلی مغازه های مختلف وجود داره که واینال های مثلا قدیمی و فارسی بهشون میگی صفحه نه بهشون میگن صفحه آره ولی آخه تو مثلا یه بار گذاشتید رو صفحه خیلی جنس موزیک عوض میشه آره اصلا انگار تو استودیو مثلا انگار داری طرف داره انگار تو استودیو داره میخونه و تو داری از بیرون گوش میده خیلی حس و حال با جنس صداش متفاوته آره من هر موقع اینجا آهنگ گوش دادم یه تجربه دیگه بوده مخصوصا اون لاستواسی که میذاری مثلا عجیب غریب میشه آره. اون خیلی هر چی آکوستیک تر و هر چی هم اینی مثلا تعداد سازاش اونقدر زیاد مثلا مال جی کوله که میذاری اون ور که ساز زنده نزده اکثرش و اکثرش کامپیوتر جنریتده حالا نمیدونم شاید جی کوله حالا همه سازاشو میاره زنده یارو میزنه بعید بدونم ولی هر چی که آکوستیک تر باشه
چی بهش میگن صدایی که میده تولید میکنه، زنده تره. داره. یه ویدیو دیدم از دیپلو، میشناسی دیپلو رو؟ بله. یه دیجی و پرودوسر خفنه. بعد از این ویدیوهایی که میرن در میزنن در خونه طرف و یه دونه تور خونه میگیرن، یه خونه 70 ایکر رفته ساخته توی جامائیکا. حتما این ویدیو رو ببینید، خونه عجیب غریبیه جامائیکا. آره. بعد یه دونه استودیو ساخته سپر، از خونهش میاد یکم پیاده میرسه تازه به استودیوه. عجیب غریب. میگه مثلا با چه کله بنده اینجا آهنگ ضبط کرده نداره. یعنی تکنولوژی رکوردینگ چه تصویر چه صدا ته نداره. یعنی هر سالم آپگرید میشه. ببین اصلا با هم اصلا یه سری ما به واسطه این استودیویی که داریم برای کومان را میندازیم به این نتیجه رسیدیم که اصلا کاری که ما داشتیم میگیم اصلا بچه بازی بود اون کاری که ما قبلا داشتیم میکردیم. اگر که بخوای مثلا استپ آپ کنی، تازه شروع استپ آپ کردن مثلا موقعی که تو ورهاوس میگیری و لایتینگ و صدا و چه میدونم تصویر و نحوه رکورد کردن تصویر و که این چجوری رکورد بشه، با چه کانکشنی رکورد بشه، اصلا سیمش، حتی سیمش، حتی برقی که می، اصلا یه دنیای دیگه است. اصلا یه اصلا کاستومایز میشه یه سری چیزا که خودت دیگه میگی. آره، دلش یه سری چیزا است که باید واقعا بسازن برات. یعنی یه سری چیزا است کاستوم، باید طرف بیاد لحیم کنه یه سیمی و یه سیم جدید به تو بده. میبینی میگم اینا مثلا چیز کانسومر نمیتونه اینا رو بخره. شما بچه بازی نیستین. یعنی حالا در مقایسه بخواه بگیرید، ببین اصلا میم واقعا ما بچه بازی بودیم. داشت فراد که بریم استودیو یه ترک رکورد کنیم با هفته دیگه، یه دو نفرم دیسک. بحث کانتروورشال چی بود؟ کانتروورشال نه، خیلی جالب به نظر. بگو جالبه تو با هم بگو. جفت زمان همستر. آره، کسی میدونه در موردش چیه داستانه؟ شما شنیدین؟ من داشتم میرم این اصلا جدی خوشم یه دونه این چیزا بود میره در حیوان همستره. این یه اپلیکیشنه. آها من فکر کردم میخوای پت بیاری خونه، گفتم بریم تموم کرد بحثو تموم کرد سفر همین. و یه دونه همستر داشتی یا دو تا؟ دو تاش خطرناک میشه، باید بزرگشون کنی بچه‌ها رو. جفتگیری سری سری 6 هفته 6 هفته یه هم چیزی بود. زود تشنه 6 هفته 6 تا یه هم چیزی. چقدر بعد داشتی سری؟ آقا ما یه خرگوشی، شما خیلی حیوان داشتی. خرگوشه رو تو یادت اینجا؟ آره، ما یه خرگوش داشتیم مثلا برای خواهرم گرفته بودیم. آره سفید، خیلی خوشگل، مال سیبری. واقعا بابا ما میونه خوبی داشت. یه روز خرگوشه مامانم جایی کار میکرد، یه خرگوش من یا آقا مامانم من توی دندون پزشکی کار میکرد که اون دندون پزشک اونجا میخواست بره مسافرت، یه خرگوش رو گفت ما هم خرگوش داریم. آره میشه شما مثلا نگهداری یه خرگوش دیگه؟ آره یه گفت ما داریم میره مسافرت، میشه شما خرگوش داریم مثلا نگهدارین و اینا. چه جالب، دو تا خانواده خرگوش دار. آره من فکر میکنم ما گفتیم آقا میک شور کنیم که این مثلا نرمادگیش درست. آره درست باشه که وقت حالا داستان تو اوویلیتینگ هم نباشه، خیالتون راحت اون تایم از ماه نباشه. آقا این خرگوشه که پیش ما بود به کنار، خب 6 تا رو بچه رو دست ما گذاشتم به کنار. پس شما که این همه گفتی حواستون جمع بوده، اشتباهی شده بود، قایم کرده بوده. من نمیدونم. آره بعد دیگه خب با هم گفت بودیم دکترن دیگه حتما چک کردن. من دکتر، من نمیدونستم من ببرم کدوم ماده بود، مال شما یا مال دکتر؟ برای ما ماده بود. شما میدونستی مال خودتون ماده است؟ ما آره دیگه اینو باید بدونم. ما دیگه میدونستیم. مطمئنی آره. مثلا یه فکر نگری نره اونم نه دیگه، من چه میدونستم آقا دیگه چک اصلا نکردم. اصلا خرگوش نرمادگی داره؟ بله آقا بله. گفتم شاید ای سکشوال هم آقا شما الان با همه کار میکنه جریکو بیچ برو الان نرمادگی رو میبینی پره خرگوش شده اونجا. جدیه الان جریکو بیچ ریچموند؟ آره در میلان سر. آره میشه خورد اینا رو؟ آره نه شکار میشه کرد. خیلی قوی بود باری کل. نه نه شیشتا رو چیکار کردی؟ شیشتا بچه رو آره اینو دونیشن دیگه ساقی تو مدرسه شون رفت یه چیزی زد که ما خرگوش داریم. من فکر کردم تایی داستانه بخوایی بگی حالا میرسیم. من اقعا تش رو کردیم
من تشو آوردم قبلش خورده شد اون خرگوش. آره دیگه گفتم بخاطر اینکه نه بگو بخاطر دارک بخاطر حالا بگید این میگم دارک کردین الان بگید شما میگید نه. بعد دیگه این خرگوشه بچه دار شد و ما یه مدتی بود و خیلی خیلی پروسش جالب بود. مثلا ما شروع کرده بود سرصدا کرده، ما فهمیده بودیم که حامل است و مثلا سرصدا کرده بود و اینا. سرصدا چی میکنه وقتی حامل است؟ آره موقع زایمانش. بعد موهای تنشو کنده بود، یه توپ درست کرده بود از آره که بچه ها رو کرده بود اون زیر. چون شما هم نمیدونستی در واقع که بخواین محیطو براش آره ما مثلا نمیدونستیم که بعد سونوگرافی اینا بعد توپ داشته رو پایین بعد آره بعد این چیز بود که بچه‌ها همه اون زیر بودن تو خودت میرفتی تیخکش می‌کردی برای خانم. آره بعد دیگه نه بعد دیگه ما رفتیم سری مثلا بچه‌ها رو گرم کردیم که اینا بزرگ شدن و یه سریاشو بخشیدیم به افراد که صلاحیت تربیت خرگوش داشتن. چجوری دادشون تو جامعه دادیم آره که به مکانیزمای جامعه کمک بکن. بعد دیگه خیلی جالبم هست که این خرگوش این دکتر اینا کی اومدن بعد اومدن آقا 24 ساعت کار تموم شد. آها نه خب مسئولیت قبول کردن یا نه؟ یعنی نه دیگه چه مسئولیتی، بچه‌ها رو با خودمون بزرگ کنیم دیگه. اومده بچه رو حامله کرده رفته. خب همین دیگه مسئولیتیه. مسئولیتی آه چون خواستید چیز ازشون بگیری، بچه‌ها رو بیان گردن بگیرن. چی میشد غرامت کنه؟ من غرامت میدم به اون. چی میگن؟ شیربها. نه انگلیسیشو بهش میگن چایلد ساپورت. آره یه سری دیگه بهش میگن آلمانی. آلمانی آجی من اگه میدونستم حتما شاید شکایت کنم. آقا الان میریم رترو میزنیم الان به قبل عطف مسابق میشه. ولی بعد خیلی جا این خرگوشه تو بغل بابام اوکی بود، تو بغل خیلی اوکی نبود. و مثلا یه جوری بود که فقط با بابام ارتباط آره داشت. آره. که بعد یه روز که بعد یه جوری اهلی هم شده بود که یه سگ همسایه بهش حمله میکنه. سگ یا عقاب؟ سگ، سگ همسایه. هر کدوم از دم سگ چه سگی بوده چیزی یه جوری گردنشو شیکون عجب که دیگه کشته. چی بوده یعنی سگ که سگه نمیم ولی ما این سگای گنده بود که یهو حمله کرد. این تازه شما بودین دیدین اینو؟ نه بابام دید. میخواست بازی کنه. آره چقدر پدر در خراش بزن. آره که بابام مثل اینکه افتاده بود دنبال سگه دیگه. آفرین پدر بود. آره دیدین بود که بابام هم میخواست گردن سگه رو بهش کنه ولی دیگه پدر ادب کرد. آره خیلی پروسه سگه هنوز زنده است. سگو بذارید سگ شکاک رو سر آقا ناد آقا سگ شکاک رو سر آقا هر اپیزود باید بیاد علی دیگه. عجب چه جالب. با همستر رو بگو چرا هر چی میریم بیشتر در مورد سپر مثلا بعد این همه سال اصلا نمیدونستم شما خرگوش یه خرگوشش. آره شش تا بچه خرگوش. البته اون موقع بچه ها خیلی قدیمه. ببین آره. مثلا ما وست ایشو... ما مثلا های اسکول ما آره وست ویو بودیم. خونه وست ویو بود که پشتش هم حیات داشت. آره که آره. آره آقا چیز بله. یک خرگوش هم خواستی بندازی اونجا. آره این وست ویو خورده جزء خونه های عجیب بود. اصلا جای عجیبی بود خونه وست ویو. آره. اتمی میخواد رو... تو اوکی okay. چی داره اذیتت میکنه رام بگو بیام دو تا موجت رو بکشم. نه نه عینک نیست. خب چرا عینک تو نمیزنی؟ نه آخه دیگه نور اذیت نمیکنه. مطمئنی فیزیکش داره اذیت میکنه؟ اوکی okay, بریم بوس کنم چشم تو. نه آنتیبیوتیک دوباره. ببین الان نصف کره زمین نشستن داره انگوش میزنن رو صفحه همستر. آره یه چیه کامبو میزنن پنج انگوش میزنن همه نه نفازولین دیدم میریزن. آقا به خدا من نمیدونم که چرمشه. نه نه نفازولین میریزن خورش گیر مثل میکنه. انگوش عمل میکنه دیگه. سه تا میریزن سه تا رو پول میدن. میگن که قراره تا دو ماه دیگه یه میزانی پول بدن و این یه سکه معرفی میشه مثل این که یه ارزشی داره و میتونی کریپتو دیگه از این آره. رمز ارزه و هرچی بیشتر بزنی آره. این سکه قطورتر مقدارش حالا بیشتر دیگه آره تعدادش مثل بیشتر مثل ماینینگه یعنی آره ماینینگه با انگوش ماین میکنی آدم ها رو میاری معرفی تو میکنی تو کارخونه هم دارن سکه ها رو دارن تولید میکنن که بعد از این که تموم بودو شد بودو بفرستن آره. برای اینه که اینجوری که آره گولد کوست. بعد یه چیز جالب بود این تو آقا یادت گولد کوست و اولین شیادی دنیا بود. آره خیلی ها رو در بر گرفت. خیلی حاجی من از اون موقع ما رفت آمد نداشتیم همه میمنن خونه همون بخواستن با ما سکه
سکه بفروشن. بابا میگه من نمیتونم سکه بهار آزادی بخرم، گلدن گویستم کجا. آره اصفهان رو که گرفته بود. ولی خب همسته رو بگو. آره حالا منم خودم جسته گریخته شنیدم و خیلی فرصت نگم دنبال کنم، چون اصلا مسخره است به نظر. ببین من مطمئنم به یه نتیجه میرسه، ولی نه اینکه من خیلی ها رو میشناسم و مثلا حالا ما به واسطه کارمون من خیلی زنگ بهم زدن که آقا اینو چیکار کنیم، بگو بزن اینو فلا اینو بعدن شما میتونی واسه ما پولش کنی. اصلا اگه میتونی خب بگو ما هم بزن بگیریم بزن. عجیب. بعد چی میخواستم بگم؟ آخه ببین قبل از این مثل اینکه یه کوین دیگه بوده، نایت کوین، نات کوین. آره اون مال خود تلگرام چیز شده، اون به پول رسیده بعد یا واقعا مثلا پولای خوبی هم داده نسبت به اون تلاش کرد. آره ولی تهش پول مجانیه دیگه، پول مجانی که بهت میدن انگوش میزنه دیگه. نه خب آخه فکر کن خب باشه تا که تا 6 ماه بعد من یه سوال دارم از نظر قانونی چطوره الان دولت کانادا یا آمریکا؟ از رمزر اصلا کاری به قانون نداره فعلا. خب مثلا الان بیت کوین و اینا خب قانونی شدن، یه جوری اکسپت شده از نظر گاورمنت که تو میتونی اینو بری میتونی فردا سپر کوین بزنی، اصلا کسی کارت نداره. جدی میگی آقا یه سپر کوین بزنی؟ سپی سپ کوین سپ کوین. من 7000 تا سپ کوین دارم. 7 سنت. آقا لاغا بگو یه بعضای هر یه دونه سپ کوین چقدر میشه؟ 0.0. خیلی کم، خیلی کم، خیلی کم. ولی این ایده رو مینو میخواستم بگم که خیلی ها نشستن به زدن این انگوی زدن. آره بابا اون خانومه رو دیدی بسم الله میگه میزنه؟ بسم الله نه با صلوات شما. من در آخر یه امیدی داره، یه امیدی داره دا آره یه امیدی داره داره رویا میفروشه دیگه، یه ذره با گیم داره دیگه داره رویا میفروشه، جنس میخری بعد لول اپ میکنی. نه مثل که میخری میجنگی همستر چی مثل داره، مثل میری با همستر داره. دیگه آره کامبت داره. این ماساژوره هست که من رو تو آره. داشتیم دیدی اونو؟ خیلی اون خیلی کا استفاده هایی داره. میخوای بیاری روش و یه چیزی مثلا حالت انگوش گذاشتن مثلا روی ماساژگانا یا چیزهای مختلف، حالا وسیله های مختلف هست که اون حرکت رو شبیه سازی. چرا نروس شد؟ چرا؟ ولی یه ها ولی این از این هاست که گوش بده با اینو میذارم با این مثلا میگیره روش مثل درل همین انگوجی پولو میکشه. ولی همیشه میگن آخرم کی فکرشو میکرد بیت کوین اینجوری بشه. این قضیه بیت کوین باعث شده به نظر من دیگه آدما باورش میکنن آقا بیت کوین رو نمیتونیم با این چیزا. نه اصلا به این کوینی که میده باید یه سرویسی توی اون سیستم بلاکچین ادراه بده. این الان هیچ چیزی نداره. این گفتن ما چقدر گفتی دو ماه دیگه حالا ببینید چیکارش میکنه. چون آره. فعلا بزن آره همسرم کلی رکورد چیکونده بود. من داشتم توی این نمیدونم ورج بود کجا بود این وبسایت تیتروار نوشته بود مثلا کلی رکورد چیکونده از میزان آدمی که تو مثلا کمترین زمان ممکن جون شدن به کانالش. فکر کنم رکوردای یه سری چیزای یوتیوب هم زده بود میزان ویو و میزان آدمی که تو کامیونیتی جون شدن 29 میلیون 30 میلیون همون مکانیزماست که کانالشن کانال همسر کانال تلگرامش. خیلیه تلگرام خیلی چیز عجیب غریبه. یه ناشناس هم داره. چند روز پیش داشتم میرفتم سمت تو ناشناس چی ها میگیری؟ من ندارم اصلا. نداری؟ یعنی چی ناشناس؟ توضیح میدی یه لینکی یه باته این... آره من گذاشتم بس آره تو من دارم تلگرام؟ من که هیچکی واسم ناشناس نمیزنه. هر از چند تو اینستاگرام آره تو اینستاگرام تلگرام هم داره خود ناشناس تلگرام هم داره. نه من ندارم. ستاپ کن جالبه. میترسم. آخه چی میترسم؟ میترسم یه فوش بدم مثلا. نه فوش که عالیه. عکس آره نه عکس نمیتونم برمیدارم من عکس اینا نمیفرستم. چرا؟ نه تلگرامو میگه انگار تلگرام. نه خوشم اونو بذار که عکس من نمیدونم اون چیه. اون اصلا نمیدونم تو اینستاگرام برای لینکشو میفرستم. اون اینستاگرام هم ناشناس داره الان دیگه نمیدونم چرا داره. آره یه دونه NH چی چیه دارم ولی به اینا نمیشه اعتماد کرد. یه رو همه اینا شناس میشه. خب پول بدی همه شناس میشن. آپدیت آیفون بود دیگه یه سری تو همین دو هفته پیش عکسایی که خیلی وقت پیش پاک کرده بودن از رو گوشیاشون برگشته بود. نه و خیلی زندگی ها رو ریخته بود به هم که مثلا یه سری عکسای از قدیم رو گوشی ها اومده بود.
اینجوری مونه قبلی اپل آره سر یه آپدیت جمعش کرد، یعنی هست دیتا هست آره که هم میگن همه چی داره کنترل میشه، حرف فرزاد همه چی داره کنترل میشه، همه چی داره ضبط میشه. بگم یه چیز دیگه بگم، بگو عزیزم تو فقط حرف بزن تو نپرس تو بگو بگو. یه دونه از این یه سوالی پرسیدم ازتون تو گروه بسم الله در رابطه این جارو برقی روباتیک، بعد من یکیشو گرفتم. جا چی گرفتی؟ رومبا یوفی، نمیدون آخر مدلش بود دیگه. مال رومبا؟ نه مال یوفی. از رفتی کار اشتباه کردی. خب رومبا حالا اون رومبا هم این همون. بعد من اینو ستاپ کردم و تی هم میکشه، خب آب تیش هم واسه ریختم آماده و اینا، گفته برچسبش رو بکن. آبادونش آماده تو پریزم زدم، گفته حالا برچسبش رو بکن. من شروع کردم برچسب رو کندن، داشتیم با فرنوش برچسبش رو میکنیم، برچسب جلوشی که کندم اصلا کرکوپرم ریخت. او ببین دوربین داره انقدر، پس 6 7 تا دوربین داره، سنسور داره، بعد دوربیناش اندازه دوربین آیفون، بزرگتر دوربین آیفونه. آره بعد همون برچسب رو فعلا گذاشتیم، اصلا نمیدونم چیکار کنم. ببین حالا برای رومبا اینطوریه، تو بعد میخواستم از شما بپرسم تو هفته که دیگه اصلا یادم رفت و گفتم حالا یه صحبت بکنیم راجع به این. از دوربینش استفاده میکنه برای اینکه به جایی نخوره. خب اگر میدونی؟ که دیتکت کنه که از کجا میدونی؟ حالا بذار من جمله تمام کنم، یعنی من من دارم حرف میزنم پرسیدی بشنو. و اینکه مثلا برای من اینطوری که اگه که چه میدونم پت داشته باشی، پتت خراب کرده باشه، دستشویی کرده باشه تو خونه، اصلا آره. دیتکت میکنه و اوایدش میکنه، لوش میده. آخرش که مثلا میگی آقا اینجا رو جارو کن، آخرش که جارو تموم میشه یه سری عکس بهت نشون میده، میگه اینو 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 این مثلا نذاشتم من اینجاها رو تمیز کنم، میخوای به سرورمون کمک کنی و اینا رو مثلا چیزش کنی بفرستیم ما بتونیم استفاده کنیم یا نه، یا لوکالی من چیز کنم خودم انالایز کنم که اینجاهای خونت مثلا پرمننت بوده یا مثلا فقط یه دفعه یه چیزی گذاشته بود و اینا. حالا نمیدونم که واقعا رکورد میشه یا نه و ذخیره میشه یا نه، ولی این سوال از من میپرسه. و من هر موقع که اینو روشن میکنم خونه نیستم، همین دیگه. اوکی جا. اوکی هم اینا رو من داشتم فکر میکردم. ولی خب دوربینش، ولی منم دقیقاً ببخشید، ولی منم دقیقاً نسبت به همین مشکل دارم. مثلا موقعی که تو خونم مثلا آره درا رو میبندم و داره بیرون رو مثلا اگر که روشنش کنم یه جایی رو داره این کار رو میکنی که خودم نیستم. تو هم گرفتی نه؟ من پسش دادم برای همین قضیه؟ نه کار نکرد با سیستم ما. اوکی. ولی دوربینش نیازه که وقتی نقشه رو میخواد در بیاره عکس میگیره از چارچوب در و پنجره، خب اینجوری میشناسه. خب باشه میدونی آره. پرپسا، ولی با اتفاقاتی تو فیسبوک افتاد و تو همه پلتفرم افتاد، این نباید اعتماد و نباید این که یعنی حتی این اعتماد و نباید این بکنی، این هم که ایمان میگه اوکی یا ولی نه باید مثل سیستم ایمان، یعنی مثلا باید بری خودت نباشی، نه حتی یه استپ بعدش من دارم میگم نه بذار باید برچسب رو بزن تو نه آقا برچسب نزنی که اصلا نه بعد اینکه کارش تموم شد شما برچسب رو بزن دیگه. ولی کلا یه هم اصلا مهم نبود، خب الان اینجوری بخوای نگاه کنه برچسب رو برداشتم، بعد فرنوش خیلی تعجب کرد، بعد من هی دیدم که آره خب مثلا میکسن یه حالت بلک میرر بهم دست داد. آره میفهمم چی میگی. بعد نوع نوع الان یعنی کنترل میشه، میخوام احتمالا ریترنش بکنم چون راحت نیستم. بعد دیشب نشسته داشتم کار میکردم مثلا 1:30 2 شب بود، یهو دیدم یه درون اومده رو برون ایمان بوده اون دیگه اصلا اون الان فرصت نکردم امروز میخوام دنبال چیز بگردم. درون زن چقدر بزرگ بود؟ اندازه این بود. فرهاد تو قد زده هوایی فیلم گرفتم، یعنی سریع فیلم گرفتم باش صحبت کردم. با کی؟ با درونه. پشت مادر و اینا بهش دادم و رفتم بیرون. انگلیسی یا فارسی؟ هر چی از دست. آخه اون که صدا رو که ضبط نمی‌کنه. نه میدونم ولی خب منم سایلنت داشتم بهش فوش میدادم چون چقدر تو بالکن اومدنی؟ حالا بیا ببینی خیلی نزدیک بود. او چه خیلی زنگ اون تایم من فقط به پلیس زنگ زدی بابا به پلیس زنگ زدی پلیس چیکار بکنه غلطی نمی اینو بعد ریپورت کنه هیچ کاری کار واقعیتش اینه که حالا اگر که رفتم دنبالش رفت بالا و دیگه مثلا محو شد ترانس پاسینگ دیگه ترانس نه نه ولی به نوعی هست راست میگی به نوعی هست
من دش کم دارم از جلو خونه هایی که مثلا هم لولن رد میشن. باشه نمیری تو آقا جون رو نمیفرزی طبقه بالا. نه ولی هیچ فرق نمیکنه دیگه، دوربین دوربین خود تو که قانونا میدونی دیگه، میتونی این کارو بکنی. ما میگذری قانونی میشه پیچ. نه قانونی میتونی این کارو بکنی. نه تو میگذری، تو نمیری مثلا ماشه تو پارک کنی. آره ولی گرفتن ویدیو من اوکی ام. اتفاقا دیده بودم روزای قبل اگه یارو لایسنس داشته باشه که این درونی که تو این سایزی که داری اشاره می‌کنی احتمالاً بالا سفید بود. آره باید لایسنس داشته باشه، ولی اگر که نداشته باشه نمیتونه جایی که آدم رد میشه، زیرش آدم رد میشد جایی که بود توی روز رد میشه. نه ممکنه رد بشه، یعنی پیاده روی چیزی هست. نه اون حالت روبروی خونه است که نمیتونه اونجا چیز کنه اگر که آره از روی سر آره آدم ها نمیتونی رد شی. ولی اینه عجیبه، ولی باید بپرسی. به نظر من یه چیزی که باید ریسرچ کرد. ببین این پلیس و اینا که هیچ کاری نمیکنن، با تجربیاتی که هممون داشتیم و اینا اینجور چیزا رو که پیش نمیگیرن. ولی من امروز حالا درگیر همین کارا بودم و ماشین منو گرفته بودم، میخوام یه تفنگ بگیرم، تفنگی که مجاز باشه. اومد میزنه آقا، منم میروش آقا نمیدونم. اینو بپرس قبل اینکه یکیو بزنی. باشه question. نه حرف ایمان درسته، ولی آقا اون موقع یک و نیم نصف شب میاد. یک و نیم نصف شب بود میگم دیگه، من داشتم کار میکردم، تنها یونیت روشن هم من بودم. خب من بودم، منم میگیرم بزنیم. یه چیزی بگی که بتونه رنگ بپاشی بشه مثلا. آره اذیتش کنم. پینت بال. آره پینت بال. بعد بپرم رو هوا اسپایدرمن بشم چجوری؟ چیز کو از این تفنگ واسه که تور میندازه. آره آره این ویسیت مثلا سنگین بشه بیفته با این. نه یه جوری بفهمم کیه. کچ بالا سرش. زندانی گرش تا بعد بیاد قطعاتش در میاره مالکی. من سر همینا، من اینجا خیلی اتفاق میفته که مثلا چقدر خشن شدم میگم که اوه نگاه میکنم میگم مثلا چه منظری باحالی. الان میتونم درونم مثلا اگه از تراسم ببرم میتونم منظره بگیرم. ولی دیگه اینطوریه که ولش کن به خاطر همین پرایوسی. اون نوعی که تو درونتو تکون میدی، من دیدم قبلا تو خود بیلدینگ خودمون آدما میاد، از اتفاق همسرمون دیدم یه درون مشکی هم داره. آره. اون هوا میکنه میره، مثلا میره رو کلا میره برمیگرده. آره آره. این بی پدر وایسا چش تو چش با من داشت. آ این دشی که داشت مطمئنا یه 5 6 دقیقه قبل از اینکه من ببینمش داشته بود نگاه میکرده بود. این خاصه آره اومده بود دیل ببنده. آره 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 به قول تو اون ساعت بچه در باز میشه، نترسید بیا تو. خب ما که فیلممون در اومد از اپیزود فیلممون در اومد. خوش اومد. سلام سلام. تیشرت پوشیدی؟ بیا تبلیغ مرچ هم بکن. آره یه تیشرتمون هم یه دور بزن. تیشرت چی پوشیدی؟ خودکست. آقا بیا یه لخشو دور بزن. ما این تیشرت ها داریم ولی به کسی نمیدیم. حسین وارد شد. کتونه پالختی ها؟ حالت پالخ خیلی پالخ ترکه. یالا یالا این میبین ولی نیستی خیلی بچست بیستره. چه سیبیلی کنار ایمان بشین. چه سیبیلی. بیا مثل ایداد این پایین این میز بشین. نه آقا بشین رو تاکت. بیا بیا این من بشین. جنسش هم ترکه ها همه. آره مرسی دمت گرم. استخبا بیا بشین. چرا دوستمون نداره بیا اینجا توی آها نمیخوام اونجا توی کیف من این پایین. نه نه بیرون بردار یه سری چیز برات گرفت. خب آره خلاصه چی کار باید کرد؟ نه دیگه چه باید کرد؟ یه تحقیقی میکنم ببینم چیکار میشه. رو من میتونی حساب کنی چه تو کاره یا اگر بخوای من میتونم با یه درون دیگه بهت بدم با درونه بزنه. ببین نمیشه به پرم آویزون شه داده اون هلیکوپتره ای داره میگه. این جالب این دو مورد پرایوسی. ولی تو خیلی فرهاد اتفاق عجیب برات میفته. سوم به خدا برای من این چیزا نه من برای شما نه من برای من خیلی اینا خب آخه اون جاروبرقیه که حالا دست من نبود، من فقط سفارش اومده. آره نه دیگه باید با این موضوع کنار بیا دیگه. حالا برای من اینطوری موقعی که میره تو لونش کامرا فرست میره تو لونه. خیر ما کامرا اینجوری داره اون جدی. نه نه بارکد رو باید بخونه دنده عقب میگیره آره که حواسش باشه. یه بارکد هست به سورسش. آره دیگه الائن میکنه میره اونطوری. داره ولی منم تهش این حرفی که تو زدی گفتم وقتی که فوقش خونه نیستیم شروع کنه کار کردن. من میگم زنگ بزن به کمپانی بگو این چه دستگاهی که با این همه دوربین نمیتونه خودش رو راهش پیدا کنه. میتونه
بدون دوربین؟ بی دوربیناشو من یه بار گرفته بودم که فقط سنسوره. جارو میزد میره. عجیبه، به درد نمیخوره. این خدایی ورک اوف واندر میکنه، یعنی قشنگ کار میکنه. آره این که اصلا فکر کنم لباس و اینا بشوره. حالا این که نمیدونم، این که تی میزنه رو نمیدونم، من نداشتم. خیلی خوبه. دیگه تو ماچه میگیره بالا. ولی خیلی جالب بود. ما یه لبه ای داشتیم بین دو تا قسمت حالمون، مثلا اون داینینگ اریا، بعد رفت دید که فرق داره سطح. ولی فهمید که میتونه از پسش بر بیاد. من داشتم نگاه میکردم، هی عقب جلو میکرد، هی عقب جلو، بالاخره تونست بره. ولی یه جایی دست انداز داد. آره یه جایی که پله بود دیگه گیواب کرد. باید بهش رمپ بذاری. تازه بیام بگو وارد اسکول زون ایریا شد. کنار پله یه چیز میذارم. کنار پله تو یه اکسسبل بذار. برای رومبا. عجب و عجب. مشکلات جهان اولیه. سپر میخواست خاطره مکزیک آیکیا. مکزیک تو خاطر مکزیک رو شنیدی؟ 100%. آره ولی خاطرات سپر رسم شکل خاطرات سپر یک کاراکتری که دارن اینه که تو هر تعداد دفعه هم تو نه هیچ وقت خاطرات مکزیک تو نگفتی در خودکس؟ نه بر خودکس نگفت. واقعا داری میگی؟ آقا یوسف هم چیز بود اولی خاطره که آقا یوسف بود. واقعا اولین و تنهاترین خاطرش آقا یوسف بود. بله ولی خاطره مکزیکت خیلی جذابه. ولی نمیدونم ببین خاطره آقا یوسف رو یه کسایی به من رسیدن گفتن. آره خیلی چیز بود. من فقط من میترسم خدا آقا یوسف بیاد. آقا یوسف فند خدا که دیگه چیز شد دیگه. نه بازنشست شد دیگه. آره آره نه بازنشست شد. نه واقعا آدم خوب. ما همه کسایی که من میشناسم از از همه کسی که لایسنس دارن تقصیر آقا یوسف. آقا یوسف به همه اینجا چیز یاد داره زمانی که ولی این خاطر مکزیک من خیلی جا ولی چیز بودیم چیلی وک بودیم فکر کنم. بله سر میزی بود و بعدم من که بی گناه هم خود گناهی گناه اصلی توی. آره راست نگه یادش من خب بگو که امیدوارم بتونم با مزه تعریفش کنم. انشالله که نمیشه. خودت باش تو رو خدا. نه یه ذره فیلتراس رو نگردم. بگو برام چی کار کردی؟ کیه این داستان؟ 5 سال پیش فکر کنم قبل کووید سیبیلی رفته بودین مکزیک. آره من و محمد و داداش محمد پویا. خب رفته بودیم مکزیکو. کجا مکزیک؟ بعد لوسکابوس. بعد دیگه ما رفتیم و دیگه هتل وارد هتل شدیم دیدیم آل اینکلوسیو قشنگ آب میوه رو گذاشتن و یه نگاه کردم گفتم خیلی جلو تواس گفتم این از این جهاست که من یا مریض میشم برمیگردم به خاطر پرخوری یا دیگه یه اتفاقی میفته. میخواست پول تیکتو خود دیگه کنه. خواست پولی که داده برای این چیز اومده بودیم درس بشون. باریکلا آقا بعد یه روز ما همین شب بود که مثلا محمد گو بریم یه جا غذا بخوریم و بگردیم و بعد بریم مثلا سمت اتاقام. بعد ما دیگه شب مثلا یه ذرم آب میوه خوردم آره ولی بعد اونجا هم هوا گرم بود میتلبید. آره میتلبید که آب میوه خنک آقا. آره بعد دیگه مفتم بود دیگه گفتیم مفت باشه کوف باشه هرچی باد آباد. بعد هم که داشتیم نه محمد تعریف کرد که سپر حالا داره میگه اونجا مثل اینکه واقعا ترکیبایی از میوه ها رو با هم دیگه ترکیب کردن که اصلا وجود نشه. مثلا طالبی رو میبرده میگه آقا اینو آب بگیر یا آقا ما تاباچ آقا صافی دادی اینجوری بود. بعد محمد هم خب مثلا آدمیه که خیلی باید همه چی زیاد آره اصول بره جلو ولی من یا اینجوری بود که من به یارو گفتم من آب طالبی میخوام گفت ندارم گفتم بگیر بیره منه. رفتم یه جا دیده بودم طالبی کات کردن به عنوان میوه گذاشتن آه. رفتم ازشتم گفتم بیا یه دولار دادم بنداز رو مخلوط کن یه دارم حوالمو گردومی زده چه میدونم یعنی معجون درست میکرده. آره دیگه اونجا ملاتش بود. عجیب فقط باید رسپی رو رسپی رو آقا باید بریم خلاق. بعد این شب بود و ما داشتیم برمیگشتیم
همین که داشتیم برمیگشتیم یه آقای بود خیلی گنده بود، یعنی مثلا به قول علی صادقی گمنی بود برای خودش که چارشونه و اینا. یه نفرم یه آدم انگلیسی که پلیس بود گذاشته بودن که آقا دارم درونه صدای چیه؟ تو هم صدا آره. فکرم آیس کریم من هم فکرم آیس کریم شاکه. خب ولی مثل این که آقای بزرگ یه آقای بزرگی خیلی هیکلی وایساده بود، لخت با یه شورت هم پاش بود. یه آقایی که مثلا تا کمر ایشون می اومد گذاشته بودن مسائل مواظبت این آقا، بعد یه جوری که اصلا انگار اینو بسته بودنه که اگه ولش یه آقای بدمست شده بوده آره غیر قابل کنترل بود. بعد اینکه که داشتیم می اومدیم یا محمد گفت که سپر نگاه نکن نگاه نکن، همین که من محمد گفت نگاه نکن و من داداش محمدم یه پسر مثلا مظلوم خیلی ساکت و اینایی بود که نگاه نکن نگاه نکن، آه من دیگه نشده من کردم من با یارو چشو چشو یه پلکزم گفت چشو 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 من گفتم چشو همین که یهو با یارو چش تو چش شدیم ما مسیرمون جدا شد، یهو گفتم خب بخیر گذشت، همین بخیر گذشت و اینا، الان چیزی نگه محمدم شاکی بشه و اینا. آه محمد نفهمی که تو با چش تو چش آره آره نه چیزی نگه برو خودم نه بردم یوگو یارو گو هی یو وای بودم شد جوانه باتم اینو بذار اگه یه بار بعد یه نگاه من اینجوری کردم یه چپ و راست کردم به جز ما و سه تا کسی دیگه نیستی اون یا خودمونی آره اون خودمون اینا گفتم بذار بره شاید یکی دیگه بوده من بر نگردم هرچی هست فقط نه من برگم فقط باید به مسیر فقط مستقیم باید فقط باید مستقیم راه یه طرف هست که دوباره بود گو هی یو آقا دیگه گفتم ببین داشت من فکر کنم این با ما کن من باید یه حقیقتی رو بهت بگم من نگاه کردم یه چش انداختم من گفتم ای سپر من به تو گفتم حالا اینو چیکارش کنیم و اینو ببین نگاه کردم گفتم این بخواد به ما حمله کنه یه فقط کافی خودشو بندازه رو ما تمامه شدیم رو به گوجه من یه من نگاه کردم و یه جمله ای گفت که بفهم بگم دیگه آره را بگو ما به سلام امشب میخوای من دهن تو سرویس بگو انگلیسی بگو گفت do you wanna get fucked tonight or tomorrow آمد یه این چیجه بگیم یه گو hey you دارش نداد do you wanna get fucked tonight or tomorrow بعد یه من دیگه گفتم چی بگم اگه بگم الان هم تونایت که آماده هست گفتم آقا گفتم بذار بگم فردا تو فردا یادش چون فردا شبت بگه فردا کنی من هم گفتم جوابشو بده دیگه جوابشو بده من گفتم تو مار منم تو مار دیگه گوله کرد رفتیم یعنی این چیزی بود که فکر کنم بعد دیگه آجی رو ندیدین تو ریزورت آقای گوهر آجی ولی خب من فردا ترس تو وجود دیگه نمیتونست آفتاله بیا رو با خیال رو من دیگه فردا شب دیگه بیرون نه اینا همونه دیگه رفتم فروزگاه سه شب بعده شد من رفتم سریع چی میگن انبار تغذیه رو آماده کردم دیگه همون شب و نه ولی خدا رو شکر دیگه فکر کنم اون طرف یه کاری کرده بود که دیگه اومده بودم ببرم فکر کنم از ریزورت رفتم ولی تو فقط با چش تو چش شدی آره دیگه من امام زمانی هم اونجا برای خودم من از اینجا میفهمم اون اوور اکسپوز فکر میکردم خوب بشه سامن الغیب شب که میشه ولی شب که میشه خب اینم از خاطره آره زیاد چیز نبود خیلی خوب بود شما که باید مکسیکای سه نفری خیلی خاطرات خوب میشه دوستا نه باید یه بار بریم باید یه سه نفری داشتی با ایمان و خشایار اون چه سه نفری بودن چه سمایی رفتی هیچ چیز خوبی نمیتونه از این کامبینیشن در بیاد فکر کنم مکسیکا رو باید سه نفری رفت با نه میشه که تو زدی شیش نفر جا داره یعنی مثلا خشایار و ایمان تو رو من میبودم منظرش درست باشه همین دیگه میگه با این گروه سخت میشه نمیشه ولی سوروایو میکنه با ایمان با هم بیافت آره اینا یه کامبینیشن انرژی میگیره یعنی تو فقط مونده تو آجی ما باز به چهار روز میرسه بازداشت فرهادم که اون فقط سیخونک میزنه احتمال بازداشت هست احتمال برنگشتن هست احتمال آره
جالب میشه، جالب. من میتونم یه بیزنس اینجا پلاگ کنم؟ ناراحت نمیشین؟ فکر کنم خیلی اون داریم استفاده میکنیم. من الان یه مدتیه که دارم از هستیا فودز هست که برای کومان برام چیز میکنن. بله بله جونم. نه نه هیچ فکرم جورام نه من که جورام نه من یه مدت خیلی زیاده که دارم ازشون غذا میگیرم. بله. من در واقع چیز کردم غذای بهشون گفتم من غذای هلتی میخوام و من خیلی از این healthy. موضوع آره الان یه مدت مثلا شاید حالا یه مدت نبودن ولی مثلا 2 ماهی امتحان کردم بعد دوباره الان دارم امتحان میکنم و در واقع ازشون غذا میگیرم. خیلی پروسه زندگی ما راحت تر شده. خیلی تو هم داری استفاده بله. میکنی سپرم تو هم داری استفاده میکنی. آره واقعا خواستم بگم اگر که دوست دارید و تو ونکوور هستید ما اسپانسر نیست ولی من نه. چون که میدونم آره واقعا چیز آخر میگم یه هفته غذا رو دیگه بگیریم دیگه نمیده آره قسمت اینوایسینگشون ضعیف آره همون رو از خدا میدم به ما که تا در خدا ولی فرض تو هم که برگشتی آره، به نورت ون میتونم بهت پیشنهاد کنم که این کارو بکنم. حتما این کارو بکنم. هممون هر روز یه غذا میخوریم. و با فرهاد اینطوری نیست. فرهاد هلتی باز نیست. من زنگ میزنم میپرسم چند تا گوشت مثلا. جدا نمیگیرم. نه تو یعنی غذاهای ایرانی میگیری. آره ولی خب غذا بدون برنج ایرانی هم میگیریم. یعنی انتخابت خیلی زیاده. یعنی وسیعه. میتونی چیزای مختلفی. من خوبیش اینه غذایی من حالا اولش که خب بهشون این پیشنهاد دارم که من غذای هلتی میخوام اینه یه سری برایشون فرستادم که مثلا اینا نمونه های خارجی شه که دارن درست میکنن. من فکر کردم که مثلا از روی همونا برن همون رو اجرا بکنم ولی جالبیش برام بود که از اون استرکچر ایرانیشو حفظ میکنه غذای گوشتا همون ادویه های خودشو داره. آره جالب بود برام. خلاصه این چیزایی که توی طول روز زندگیمو راحت تر میکنه خیلی. آره برای من اینه که من غذا بیرون نمیخورم. دغدغه‌ست خدایی برای اصلا این دو سه ماه شد چقدر شد چی اذیت بودیم. خیلی خیلی اذیت. آره دو سه ماه نبودم. غذا بیرون هم دیگه تا یه حدی حال میده. بعد دیگه به یه جایی میرسه که دیگه غذا آره ولی مثلا به یه جایی میرسه که دیگه غذا بیرون بهت حال نمیده دیگه عادی آره. میشه. یعنی مثلا اونی که آقا بهت واقعا میده. آخه نه اگه هر شب بخوری حال نمیده. چون هر شب نه. آره یه جوجه بود. مایه مدت بود فکر کنم من حالا اگه رستورانک بیاد جوجه اینی میشه واقعا میدونی اونم. هر شب ما مثلا فکر کنم ممبرشیپ داشتید دیگه. آره تقریبا اولی که اومده بودی اینجا آره دیگه. آره خیلی رستوران ایرانی خیلی خوبی اومده بودن و مثلا یه دوره همه خیلی خوب بودن ولی بعد از یه مدت سخت. ولی ما دغدغمون این بود که شبیه غذاهای ایران کبابای ایران بشه دیگه. یعنی اونو دغدغه تو این بوده؟ آره دیگه تو زندگی؟ آره دیگه تو کانادا همین بوده دیگه. تنها دغدغه خیلی دغدغه‌ای کم میده تو کانادا زندگی کنم غذا ایران نستالژی بازی. خب خیلی الان تو دقت کنی همه چی تقریبا هست دیگه اینجا. الان دیگه آره من اتفاقا حالا با چند تا از بچهای تیم داشتم صحبت می‌کردم گفتم قبل از اینکه از ایران بخوایم چیزی رو بخریم شاید همینجا باشه باید. یعنی وایسی نگاه ولی کنیم ولی کیفیت زیاد خوب نیست. من بیسکویت گرجی خریدم مونده بود طعم نفت میداد. نفت نیست طعم کارتونشه. کارتون داری میخوری تو ایران هم یه گرجی نمیخورن. کارتون میگن خیلی خوبه. تو ایران دیگه گرجی نمیخورن. تو چرا داری میگی خدای خوشمزه است. خوشمزه اون نیست که خوش میکنه کل بدنو. ساق طلاییه گرجی. ساق طلایی هم همینطور. ساق طلایی هم طعم نفت میده ولی خیلی خوبه. ساق طلایی الان یه دونه زده با شیره خرما. من اونو دوست ندارم. آره ولی خب همه چی چقدر بیزنس داره اینجا تبلیغش میشه دیگه بسته. آقا یکی بیاد اسپانسر شه دیگه بابا. آره دمتون گرم. مرسی که تا اینجا اپیزود با ما بودید. مرسی که یک اپیزود دیگر رو ما رو همراهی کردین. ما توی تمام فضای مجازی اسم اون خودکسته. من توی توی دیسکریپشن ویدیو هم برای خرید کنسرت در واقع بلیت برای خرید بلیت برای کنسرت سفر رو میذارم. هستیا فودز رو میذارم و اگر بچه‌ها بیزنس دیگه اینو بچه‌ها کار من یه کیو آر کد میوردم اینجوری میگردم جلوی تو این دور میگی تو این دور میگی میذاریم. دمتون گرم. مرسی که تا اینجا با ما بودین. تا هفته دیگه که سعی میکنیم یه اپیزود دیگه براتون داشته باشیم. فعلا خدافظ. 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 دمتون گرم. دم همگی. پیوست.